در آخرین حملات تروریستی نزدیک بغداد روز گذشته دو اتوبوس زائران کرمانشاهی و همدانی هدف حمله قرار گرفت. این حادثه 16 شهید و 44 زخمی به دنبال داشت. اتوبوس زائران گلستانی هم در این حمله آتش گرفت اما به مسافرانش آسیبی نرسید. بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در مسیر کاروان زائران ایرانی 60 نفر از هموطنانمان شهید و زخمی شدند. به گفته منابع بیمارستانی زائران شهید 8 مرد و 6 زن هستند. چه اتفاقی افتاد تو این حادثه؟ والا بعد از ظهر بود، همه بعد از نهار خوابیده بودن که یه دفعه یه صدای انفجار شدید اومد بین دو تا اتوبوسی که در حال حرکت بودن. خواستیم حرکت کنیم، از داخل ماشین از قسمت پشت صندلیای پشت بمب منفجر شد. دیگه هیچی ندیدیم تا یه دو سه دقیقه گذشت امداد اومد. از مجروحان این حمله 6 نفر در دو بیمارستان منطقه بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفتند و بقیه زخمی ها که جراحاتشان کمتر بود در حال انتقال به ایران هستند. به ما حمله کردن نمیدانم یهو چه شد که همه ما زخمی و پاره پاره شد. احساس کردم که دستم باشم نیست. این دو دستگاه اتوبوس حامل زائرانی از استانهای کرمانشاه و همدان بودند که از طریق سازمان حج و زیارت برای زیارت عتبات عالیات به عراق اعزام شده بودند.